سید سعید خلخالی، پژوهشگر شیعه و مدیر مرکز امام علی علیه السلام در شهر لندن، پایتخت انگلیس، طی اظهاراتی در یک سمینار مجازی گفت: امروز انتشار مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در اروپا یک نعمت برای همه جهانیان به شمار می رود. وی در ادامه افزود: انتشار شیعیان کشورهای مختلف به ویژه شیعیان عراق در کشورهای مختلف اروپا و جهان باعث نشر مذهب در کل جهان و برافراشته شدن پرچم تشیع در سراسر جهان شده است. او ادامه داد: هدف از کوچ اجباری که عامل اصلی آن رژیم دیکتاتوری سابق عراق بود، نتیجه معکوس داد و موجب نشر مذهب اهل بیت علیهم السلام در جهان شد. حسینی هیئت الزهرا سلام الله علیها در نجف اشرف در اقدامی ابتکاری فیلم سینمایی بانوی بهشت با موضوع زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به نمایش گذاشت. گفته می شود در مراسم اکران این فیلم سینمایی دست کم 1000 نفر حضور یافته بودند، اما هنگام پخش صحنه های حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها و شکست شدن در به منزل آن حضرت، فضای محل پخش فیلم به شدت غمگین شده و حال و هوای این مکان به مجلس عزا و گریه برای بیبی دوعالم حضرت زهرا سلام الله علیها تبدیل شد. اکران این فیلم سینمایی که در سال 2021 میلادی ساخته شد، در 2 نوبت صبح برای بانوان و عصر برای آقایان در این حسینیه انجام شد. موزه اشیای نفیس و نسخ خطی الکفی در آستان مقدس عباسی از استقبال روزانه از صدها زائر خبر داد. سید صادق لازم رئیس بخش موزه الکفیل گفت: این بخش روزانه پذیرای صدها زائر حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است که به منظور اطلاع از آثار و نسخ خطی عرضه شده در آستان حضور می‌یابند. صادق لازم ادامه داد: این موزه نسل کنونی را با تاریخ آستان مقدس آشنا و آنها را از مراحل مختلفی که پشت سر گذاشته مطلع می‌کند. همچنین حقایق واقعی را با شواهد زنده از حملات رژیم سابق به حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ارائه می کند. وی گفت ورودی های موزه روزانه به مدت 12 ساعت از 9 صبح الی 9 شب گشوده می شود، به جز اوقات نماز که در آن درها تا پایان نماز جماعت بسته می ماند. اماکن تاریخی و فرهنگی غزه که در جریان جنگ اسرائیل تخریب دیدند باعث نگرانی یونسکو شده است و این سازمان نیز تخریب مساجد و کلیساها را رصد می کند. در همین راستا سازمان یونسکو، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مسئول حفاظت از فرهنگ است، گفت حداقل 22 مکان از جمله مساجد، کلیساها، خانه‌های تاریخی، دانشگاه‌ها و اماکن تاریخی همچون بندر آنتدون، اولین بندر شناخته شده در غزه که قدمت آن به دوران بیزانس می‌رسد، در نتیجه جنگ تخریب شده است. این سازمان نگرانی عمیق خود را در مورد آسیب به اماکن فرهنگی و تاریخی غزه ابراز کرد و گفت اگرچه کمک‌های اضطراری به دلایل بشردوستانه دارای اولویت قانونی است، حفاظت از میراث فرهنگی در تمامی اشکال آن، علاوه بر آن حفاظت از زیرساخت‌های آموزشی و حفاظت از خبرنگاران مطابق با قوانین بین‌المللی که اموال فرهنگی زیرساخت غیر نظامی است، باید تأمین شود. این سازمان اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر تخریب اماکن دیگر دریافت کرده است، اما به دلیل وقوع جنگ قادر به تایید آنها از طریق راه‌های موجود که عمدتاً تصاویر ماهواره‌ای است نیست. خدمات مخابراتی و اینترنتی در مناطق گسترده‌ای از خارتوم و 13 ایالت از 18 ایالت سودان قطع شده است. خدمات مخابراتی و اینترنتی از عصر جمعه گذشته در بیشتر مناطق سودان قطع شده است، بدون اینکه علت خاصی برای آن عنوان شود.
کاربران شبکه‌های اجتماعی که طرفدار نیروهای واکنش سریع هستند در صفحات خود در فضای مجازی ایکس توییتر سابق ارتش را متهم به بمباران برج مخابرات در شرق خارتوم و مراکز سرورها در برج اصلی کردند که به قطع این ارتباطات از کردفان و دارفور منجر شده است. قطع خدمات مخابراتی و اینترنتی مشکلات زیادی را برای سودانی‌ها به وجود آورده، چرا که بیشتر خرید و فروش و گردش مالی مردم از طریق کارت‌های اعتباری و فضای مجازی صورت می‌گیرد و این در حالی است که اغلب بانک‌های سودان تعطیل هستند و از طریق فضای مجازی به مشتریان خود ارائه می‌دهند.